مجلس نمایندگان دو فرمان رئیس جمهور را درباره ایجاد اداره تعلیمات تکنیکی و استخدام کارمندان شورای ملی و قوه قضاییه از سوی اداره اصلاحات اداری را با اکثریت آرا تصویب کرد. اما اجندای دیگر این مجلس برای پاسخگویی سرپرست وزارت تجارت و عدم حضور این مقام حکومت واکنش‌های جدی را به دنبال شد. رئیس مجلس نمایندگان میگوید مقام‌های حکومت مکلف و پاسخگویی به خانه ملت هستند. رئیس جمهور در شورای کار حکومت گفت که هر 6 ماه من خودم در مجلس میام پاسخ میدم. اگر یاد وکیل سایوا باشه. حال وضعیت به گونه آمده که تا وزیرش ما در یک سال پیدا کرده نمیتونیم. این وضعیت عواقب ناگوار خواهد داشت و مسئول تمام بی‌بندی‌بارا حکومت خواهد بود. در همین حال شماری از اعضای مجلس نمایندگان میگویند که سرپرست وزارت تجارت در بسیاری موارد قانون را نقض کرده است. وزیر تجارت که نه فارسی را بلد است نه پشتو را، اول خواهش کنین از رئیس جمهور که باید رئیس جمهور را برطرف کنه. اگر نمیکنه بودجهش قطع شوه یا دستورالعمل در جرایم سنگین معرفی شوه، که دیگه هیچ کس جرأت پیدا نتونه که خانه ملت وقتی که او را بخواین نبین. وزیر لدی وزارت نه ټول حکومت نه عزل سی چې بیا د افغانستان په یو اداره کې کارونه کړی. وکیل صاحبانو، دغه وزیر ده چې نه د کور ته نه د ولس ته نه افغانستان ته نه هیچ چا ته بندوبار نه ده. از سوی هم مجلس نمایندگان سرنوشت سرپرست وزارت تجارت و بودجه این وزارت را برای گیری سپرد. از امروز به بعد ما به صفت وزیر تجارتی را به رسمیت نمیشناسیم. یک، امضایش در هر قراردادی مقرری جرم است. اگر قرارداد امضا میکنه، اگر مقرری میکنه، جرم است. بودجهش در حالت تعلیق. با این حال مجلس نمایندگان با اکثریت آرا فیصله کرد تا خواست مجلس نمایندگان در برابر سرپرست وزارت تجارت باید عملی گردد.